دوست عزیز سلام، وقت شما بخیر و خوبی. انشالله که روزهای عید به خوبی و خوشی سپری کرده باشین و ایام به کامتان باشه. شما در ویدیوهای قبلی دیده بودین که ما از شهرستان ویدیو داشتیم، بعدش از چباراسک بود. هر دویش نمی کانال موجود هست، در سنترال افغانستان اونا رو ببینید. ویدیوی دیگه از جوز داشتیم، از ولسوالی میرامون، از مناطق لرگر و برگر و اینجا داشتیم، اونا هم نشر شده، اونا رو ببینید. سفر ما ادامه داشت تا اینکه آمدیم به بامیان زیبا رسیدیم. بامیان باستان، بام دنیا، سرزمین عجایب و سرزمین زیبایی ها. اینجا بامیان است. مسیر ما از شرق بازار بامیان شروع شده و به طرف کوتل شیبر در حرکت هستیم. بامیان یکی از ولایت‌های مناطق مرکزی افغانستان یا یکی از ولایت‌هایی است که در او اکثر باشنده‌هایشان هزاره‌ها هستند و این ولایت در مناطق مرکزی و یا کوهستانی قرار دارد که ولایت‌های همجوار بامیان عبارتند از میدان وردک، دایکندی، ولایت غور، ولایت سمنگان در قسمت شمال و در قسمت شرقش ولایت پروان قرار دارد. بامیان یکی از ولایت‌هایی است که مردم بسیار متمدن، مردم با فرهنگ و مردمی است که هم از نگاه کار و زحمت مردم پرتلاش هستند، از نگاه کار و تلاش و هم از نگاه علم و فرهنگ مردم واقعا پخته و پیشرفته و رسیده هستند. وقتی در بامیان میان شما احساس آرامش میکنید. از نگاه امنیت هم خوب بامیان خوب است، از نگاه آب و هوا کاملا صاف و تمیز است و از نگاه طبیعتی منطقه اگر شما در نظر بگیرین، طبیعت بامیان واقعا خاطر انگیز است. بودای بامیان یا آثار تاریخی که در اینجا وجود داره واقعا همه را حیرت زده و باه زده میکنه. آدم تعجب میکنه که چگونه میتونسته با اون همه شوق و ذوق، با اون همه مشکلات میتونسته که بوتی به این بزرگی رو بسازه. و برعلاوه از او شما ببینید بند امیر با او زیبایی های خودش که حدود 6-7 بند هست یا بند های طبیعی بسیار زیبا هست. اینا هر کدامشان از نگاه توریستی، از نگاه سیاحت و از نگاه گردشگری اهمیت فوق العاده خودش داره. مردم بامیان مثل بقیه ولایت های هزارنشین یا بقیه ولایت های کشور بگیم بهتر است، در قسمت علم و فرهنگ بسیار زیاد تلاش کرده. شما در هر قریه، در هر ولسوالی و در هر کجای بامیان سر بزنید، فارغ 12، فارغ دانشگاه و ماسترها را دارین که هر کدامشان امید و آینده ای سرزمین هستن. خب صحبت هایی که کردم یک معلومات بسیار کم درباره بامیان بود، یک ویدیوی بسیار جالب درباره بامیان نشر شده، اونا را ببینید. معلومات بیشتر در اونجا داده شده و ما صرف یک سفر را که از بامیان در حال عبور بودیم و در حال گذر بودیم خواستیم ویدیویی را تهیه بکنیم تا شما بیننده های عزیز چی در داخل کشور هستین یا خارج از کشور هستین یا در کشورهای اروپایی هستین، آمریکایی، استرالیا و در هر جایی این کره خاکی هستین و بامیان میبینید، قطعا از بامیان سفر کردین، خاطره های دارین و این خاطره ها برای شما جالب تمام شود و با نشر ویدیو شما به یاد وطن بیفتین، زیبایی های وطن، خاطرات وطن به یاد شما بیه و شما دوباره کیف کنید. اینی دره که هست به سمت شرق هست، دره شیور میگه، همینطور میره تا اینکه به کوتل میرسه که مرز میان بامیان و ولایت پروان میباشه که ولسوالی شیخ علی میه، بعدش طرف پایین میره
دره غربند می و بعد بسیار فاصله زیاد روی دره غربند و دره شیخلی است. از دوگاه مسیر اگر در نظر بگیریم موترهای تیز رفتار شاید اگر فلان کوچه در نظر بگیری شاید 6 ساعت یا 7 ساعتی دره را طی بکنه و موترهای تیز رفتار مثل کرولا یا مثل فرونر اینا ممکن است که 5 ساعت یا 4 ساعت همین زمان را طی بکنه تا اینکه برسه. گشتن در این منطقه، چکر زدن در این منطقه، رفتن به این جاها و گشتن در این طبیعت زیبا واقعا زیبا هست. یاد چنین جاها بخیر و امیدواریم که دوباره وطنداره عزیز فرصت کنه بیایه ببینه این زیبایی های را. ببینید تپه های بامیان اکثرا تپه های مرتفع نیست، تپه های پایین هست، تپه های خاکی هست و شما میبینید که درخت های بسیار زیادی در اینجا شانده میشه، مثلا طبیعت بسیار قشنگ را در این منطقه ساخته. و جالبی که از سرک را که از بامیان شروع شده یا بیشتر بگیم که سرک پخته ای که از یکاولنگ شروع شده بعد میره تا بامیان میرسه و از بامیان که میای طرف مسیر چی میای طرف شیخلی میه بسیار سرک خوبی است. سرک است که حالا اگر تنگ هم ساخته شده ولی سرک است که پخته هست و در اینجی موتور با مشکل مواجه نمیشه، یعنی جمپ چیزا نیست. اما که شما بین از کوتل شیخلی پایین شه این طرف فرمان اینجا باز در اونجا سرک ها زیاد جمپ زده و گلایی های بسیار زیاد است. میخواستم بگم که در مناطق هزاره نشین یا مناطق مرکزی سرک ها اگه کمی هم ساخته شده مردم هم از او سرک محافظت کرده، برخلاف از این سرک هایی که شما در دیگه جاها جلیز اینجا دیدن. اینی هم ما تقریبا در سر کوتل نزدیک شدیم، این کوتل مرز میانی بامیان و مرز میانی ولایت پروان است که شما دیدین که پوشیده از برف و طبیعت بسیار زیبا را ساخته. آمدن در این رقم کوتل ها و بلند شدن دو تپه ها و دیدن جاهای زیبا اصلا خاطر انگیزه و کیف میکنه. سرک هم شما که میبینید سرک کاملا صاف است. در دامان های کوها ما از کوتل رد شدیم، فعلا در ولایت پروان که فعلا ولسوالی شیخلی در اینجا میشه در اینجی وارد شدیم. خب یم دره ای هست یا کمری هست که ما باید دره پایین میشم بعد دره شیخلی و بالاخره دره غربند میام. در ویدیوی بعدی شما منتظر باشین، ما طبیعت بسیار زیبا و جاهای خیلی دیدنی از دره غربند برای شما تهیه کرده ایم که نشر میشه و از شیخلی جاهای بسیار خوبی را برای شما در نظر گرفتیم، صحبت و معلومات در بررز منطقه است، اونا را هم ببینیم. خب تشکر دوستای عزیز که تا اینجا ما را بیننده بودین. خواستم با نشر این ویدیوها زیبایی ها و جاهای دیدنی مناطق مرکزی یا مناطق هزارجات را برای شما و نمایش بگذاریم و یاد خاطرات شما از مناطق شما، از جاهای بودباش شما، از زادگاه شما تازه شده باشه. لطفا کانال سندرل افغانستان را سابسکرایب کنید، لایک بزنید، نظرات و پیشنهادهای خود در کامنت بنویسید. ما از نظرات شما استفاده میکنیم و تشکری میکنیم از او تعداد دوستای ما که تا حالا هر گونه پیشنهاد خود، انتقاد خود و نظرات خود با ما شریک ساخته. ما تا حالا از شما بیننده های عزیز، از نظرات شما استفاده های بسیار زیاد را کردیم و تا حالا شاید متوجه شده باشیم که بهبودی در کارهای ما به وجود آمده. شاید هنوز مشکلات وجود داشته باشه ولی وقتی شما موضوعات با ما شریک میسازین و ما را متوجه میسازین
بدون شک ما را در بهبودی این کانال یاری میرسانید. تا دیدار دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.